رسانه‌های حکومتی خبر دادند که این هفته بررسی سه لایه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و همینطور اصلاح قوانین مبارزه با تأمین مالی تروریسم و همچنین لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، یعنی همون لوایح سگانه درخواستی گروه ویژه اقدام مالی FATF از رژیم، در دستور کار مجلس رژیم قرار داره و از امروز بررسی این لوایح با اصرار دولت و با قید اولویت در دستور کار مجلس قرار گرفته. علتش رو هم همین رسانه‌ها اینطور بیان کردند که چون مدت کوتاهی تا زمان برگزاری نشست ماه ژوئن، یعنی تیر ماه 97 FATF که پایان مهلت رژیم برای انجام اقدامات هستش باقی مونده، در برنامه اقدام محسوب میشه. گزارش کوتاهی رو در این مورد میبینیم. ما دوستان، برادران و خواهران، به نظر خودمان با کاری که انجام داده نسبت به این لایحه که به عنوان اصلاحی آمده است، ما وظیفه قانونی و قانونگذاری خودمون رو با دقت کامل انجام داریم. مخالف اول صحبت کن، بعدم اختار بشم. مخالف اول جناب آقای عدیانی 159. همکاران عنایت کنند، جناب دکتر لاریجانی در غیر جلسه قبل از شروع جلسه علنی نکاتی رو فرمودن. من با تکیه بر اون نکات مطالبی رو خدمتتون عرض میکنم. مخالفت بنده با لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به مفهوم مخالفت با اصل قانون یا اصل اصلاح نیست. حضرت آقای لاریجانی، قانون پولشویی در 11 سال قبل تصویب شد و ما در مجلس مورد بررسی قرار دادیم. قبل از آن که الزام دشمنان از بیرون به ما دستور بدن که قانون پولشویی رو تغییر بدیم. آقای لاریجانی، شما در جایگاهی هستید که نباید اجازه بدید استقلال کشور از بین برود. یادمون باشه برجام را اعلام کردن، ظرف 1 روب تصویب شد. این برای مجلس خوب نبود. امروز هم اجازه یک چنین مسئله‌ای داده نشود. چرا باید یک نهاد خصوصی وابسته به سازمان بین المللی به جمهوری اسلامی با این اقتدار تکلیف بکنه؟ ما اعتراضمون به این مسئله است که چرا یه بخش خصوصی باید برای ما تکلیف کنه؟ چرا وزیر خارجه ما میره و اونجا قول مسئله حل این مسائل و لایحه ها را میده؟ آقای لاریجانی، این جریان لایحه اشکالات فراوانی داره و این در تأمین مالی در جریان FATF هست. مشخصا تمام معاملات و تبادلات مالی ما تحت نظر و فرمان دشمن است و وقتی همه اطلاعات ما رو داشته باشند، اسرائیل، آمریکا، اروپا و سایر کشورها از اونها استفاده می کنند و علیه ما، نظام سلطه، علیه جمهوری اسلامی، علیه اقتصاد ما حرکت می کنند. اونها دنبال فلج کردن اقتصاد ما هستند. وقتی شما همه اطلاعات رو در کف دست دشمن میگذارید، مقدمه حمله اونها به ما رو فراهم میکنید. آقای لاریجانی، تعریف تروریست در نگاه جمهوری اسلامی ایران با تعریف تروریست از نگاه آمریکا، اروپا و اسرائیل اختلاف فاحش دارد. ما میگوییم سازمانهای آزادی بخش و گروههایی که علیه اشغال خارجی مبارزه میکنند، اینها تروریست نیستند. پنهان در این مسئله ما نداریم. ما از مردم مظلوم فلسطین و مقاومت، انصار الله یمن، لبنان، حزب الله و همه حمایت معنوی میکنیم. حمایت معنوی میکنیم در این جد و اینم قانون داریم. ولی نکته اینجاست
که چرا باید اطلاعات بانکی ما، مسائل شرکت‌های خصوصی ما، همه دستگاه‌های ما باید در کف دست دشمن باشه. آقای سالک، این بحث مبارزه با پولشویی است. اون بحث شما مبارزه با تروریسم بحث دیگه است. این مبارزه با پولشویی. همینجا بند تروریسم اومده. نه نه، اون یه چیز دیگه است. این مبارزه با پولشویی. اجازه بدید من با پولشویی هم صحبت می‌کنم، موادش رو عرض می‌کنم. گمرکی جمله. یک دقیقه هم گذشته از وقت قانونی. یک جمله. آقای لاریجانی، چرا عجله داریم تا قبل از 22 اردیبهشت که آمریکا موضعش روشن نکرده ما اینا رو مطرح کنیم؟